أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هدیه نثار ارواح طیبه معصومین علیهم السلام به ویژه سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایش اجماعا صلواتی خرد بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان، همونطوری که مستحضرید امشب شب اربعین است و یادآور غمها و مصیبتهای اهل بیت امام حسین علیه السلام هنگام برگشت اونها بر مزار شهیدان کربلا. پروردگارا به همه ما توفیق عزاداری و سوگواری آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام عنایت بفرما. اربعین در فرهنگ تشیع و پیروان اهل بیت دارای یک جایگاه ویژه و خاصی است و در حقیقت میتوان گفت نام اربعین عجین و ممزوج است با نام مقدس ابی عبدالله حسین علیه السلام. یکی از شعائری که مختص به پیروان تشیع است و در هیچ مکتب و ملتی مشابه و نظیر ندارد جریان و مسئله اربعین است و این از ویژگی ها و از اختصاصات فرهنگ تشیع است، به ویژه زیارت وجود مقدس امام حسین علیه السلام. ولذا اربعین و زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین از مختصات وجود مقدس سید الشهدا است. کلمه اربعین و نام اربعین یادآور زیارت امام حسین علیه السلام است. به خاطر همین ویژگی که نام اربعین با یادآوری وجود مقدس امام حسین علیه السلام دارد اجماعا صلواتی خط بفرمایید. این ویژگی یعنی اربعین از مختصات وجود مقدس سید شهدا سلام الله علیه است و لذا ما در زمینه اربعین و زیارت اربعین برای هیچ یک از معصومین حتی وجود مقدس رسول گرامی اسلام این مسئله را نداریم. امام حسن عسکری علیه السلام زیارت اربعین را یکی از علائم و نشانهای شیعه به شما را آورده. مرحوم
اقبال مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال یه روایتی از وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود علامات المؤمن خمس، نشانه های انسان مؤمن پنج چیزه، که در اینجا انگامی که حضرت اشاره به کلمه مؤمن میفرماید مراد مؤمن به معنای خاص اونه، چون یک مؤمن به معنای عام است، کسی که شهادت توحید را بر زبان جاری کنه و گواهی به رسالت پیغمبر بده. اما مؤمن به معنای خاص یعنی مضافاً بر توحید و اقرار به رسالت پیغمبر، اعتراف و اعتقاد به وصایت و امامت امیر المؤمنین و فرزندان او داشته باشه. لذا در یک سری از احادیث و روایات و لسان ائمه وقتی که اشاره به مؤمن میشه مراد مؤمن به معنای خاص، یعنی شیعانی که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین با اولاد او هستند. امام حسن عسکری علیه السلام در این روایت میفرماید علامات المؤمن خمس، فرمود نشانه های انسان مؤمن پنج چیزه، فرمود اول اونها صلات و احدا و خمسون، نمازهای 51 رکعتی که در طول 24 ساعت انسان اونها رو به جا میاره و بعضی از اونها رو به جا میاره، 17 رکعت اونها که نمازهای فریضه یومیه است و بقیه 17 رکعت در حقیقت اون نمازهای مستحبی است که برای هر فضیلتی هر فریضه نقل شده، مضافاً بر 11 رکعت نماز شبی که از همه نمازهای مستحبی یومیه و نوافلهای یومیه فضیلت اون بیشتر. فرمود این یکی از علامتهای انسان مؤمنه. شیعه ای که از علامتهاش نماز 51 رکعتی است که در طول شبان و روز مجموعه نمازهای فریضه و مستحب است. دوم فرمود و زیارت الاربعین، یکی از علائم شیعه و نشانهای شیعه زیارت اربعین است. زیارت اربعینی که از ویژگی‌های مختص مکتب تشیعه، زیارت اربعین که یادآور زیارت سید الشهدا است و اون عجین است و ممزوج است با نام مبارک امام حسین علیه السلام. بعد فرمود که سومین نشانه شیعه و تأثیر الجبین، این که هنگامی که در پروردگار در مقابل پروردگار متعال سر به سجده می‌گذاره جبین و پیشانی بر خاک می‌گذارد، سجده اونها در مقابل خداوند بر خاک. سوم فرمود از چهارم از علائم شیعه فرمود به این که والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم در نمازهای یومیه، در نمازهای جهری که انسان حمد و سرور رو بلند میخونه طبیعتاً بسم الله هم بلند گفته میشه، در نمازهای اخفاتی مانند ظهر عصری هم که بایستی آهسته بخونه مستحب است بسم الله را در حمد و سوره بلند بر زبان جاری کنند. لذا فرمود به این که والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. و پنجمین علامت شیعه التختم بالیمین، این که برای استفاده از انگشتر از انگشتان دست راست استفاده می کنند. این مجموعه ای از علائم شیعه‌ای که امام حسن عسکری در این روایت فرمود شاهد در اینه که حضرت فرمود یکی از شعائر شیعه، از نشانه های شیعه زیارت اربعین امام حسین علیه السلام است که به عنوان شعار و علامت شیعه در این روایت امام حسن عسکری قلمداد شده. همونطوری که سر بر خاک گذاشتن در مقابل پروردگار متعال و بقیه علائم از نشانه ها و مختصات شیعه است، زیارت اربعین امام حسین هم از مختصات و ویژگی های فرهنگ تشیعه. و این در مسئله از اون درجه اهمیت قرار دارد که در بعضی از متون علمای سلف ما گرفتن مراسم اربعین برای مردگان را امری پسندیده نمی دانستند، چون مسئله سوگواری و عزاداری اربعین مختص به امام حسین است. لذا عرض کردم در بقیه معصومین هم چنین مسئله وجود نداره. شاید تصور این که از اهمیت اون کمی کاسته بشه. در هر صورت اربعین
یاد خاطرات حوادث روش عاشورا زنده میشه و در حقیقت نقطه عطفیست در تاریخ اسلام و مکتب تشیع و خود وسیله است از برای بیان اهداف و انگیزه های نهضت امام حسین علیه السلام. پروردگارا به همه ما توفیق زیارت قبر شش گوشه امام حسین علیه السلام را در چنین شبی در سال آینده عنایت بفرمایید. آنچه که لازم است دقایقی را مصدق اوقات شبان به عرض برسانند در این شب گرانقدر، شب اربعین امام حسین علیه السلام که مناسبت با نهضت امام حسین علیه السلام دارد، این که ما در بسیاری از سخنرانی ها، در بسیاری از کتاب ها، در زمینه اهداف و انگیزه ها و قیام فلسفه امام حسین مطالبی را خونده ایم یا شنیده ایم. اما میتوان گفت سر راه برای رسیدن به یک تحلیلی جامع از انگیزه ها و اهداف امام حسین علیه السلام وجود دارد. اولین راه برای شناخت اهداف امام حسین و نهضتی که منجر به قیام حادثه عاشورا شد، قرائت تاریخ مکتوب امام حسین علیه السلام است. اون تاریخی که از هنگام حرکت امام حسین از مدینه شروع شد، عوامل فشاری که سبب شد امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت کنه، بعد در مکه و به علت ناامن بودن مکه حضرت به سمت عراق حرکت کرد و کلیه مواردی که مورخین در زمینه حرکت امام حسین در تاریخ به رشته تحریر در آوردن. این یک راه برای شناخت اهداف و انگیزه های امام حسین علیه السلام. راه دوم در زمینه رسیدن به یک تحلیل جامع در زمینه شناخت اهداف امام حسین در قیام نهضت عاشورا، مراجعه به زیارت‌های معصومی است که از لسان معصومین نقل شده، مانند هم زیارت اربعینی که امشب قرائت شد، یا زیارت وارث، یا زیارت عاشورا، و از همه اونها مهمتر زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره‌ای که از وجود مقدس امام هادی علیه السلام نقل شده و یکی از متقن‌ترین زیارات ائمه علیه السلام است. زیارت جامعه یک دوره ناب معارف دینی بر اساس مذهب تشیعه، مخصوصا در زمینه معرفت و شناخت ولایت و امامت. این همراه دوم در زمینه پی بردن به اهداف و انگیزه های نهضت امام حسین علیه السلام. و اما سومین راه برای پی بردن به نهضت امام حسین، یک نگاه از زاویه دیگری است و اون بررسی فرمایشات وجود مقدس امام حسین علیه السلام است. مجموعه فرمایشاتی که متضمن است در سخنرانی هایی که حضرت فرمود، نامه هایی که به اطراف نوشت، کلمات گهربالی که برای افراد داشت، سخنرانی هایی که در روز عاشورا خطاب به مردم کوفه بود و سخنرانی که حضرت خطبه‌ای که در شب عاشورا برای اصحاب ایراد فرمود، مجموعی اونها وقتی که ما مراجعه کنیم میتوان گفت یکی از مراجع و منابعی است، بهترین منبعی است از برای شناخت انگیزه ها و اهداف امام حسین علیه السلام و اینکه این قیام منجر به نهضت عاشورا شد. مجموعه اونچه که میتوان در فرمایشات وجود مقدس امام حسین از کلمات اون حضرت استفاده کرد، بنده به طور مختصر به 5 انگیزه و هدف برگرفته از کلمات گهربار امام حسین علیه السلام اشاره کنم. اولین انگیزه امام حسین که برگرفته از فرمایشات حضرته، که هر کدام از انگیزه ها را با ذکر شاهدی از کلمات امام حسین به عرض خواهم رسون. اولین انگیزه امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا و قیام
روز عاشورا انگیزه دینی است، یعنی اقامه دین و حفظ دینی که در رأس امور است. در حقیقت جامعه برای پیمودن راه سعادت در گروه دینداری اون جامعه است، اون دینداری که در لسان بسیاری از معصومین به اون سفارش شده. در یک حدیثی از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام است که حضرت فرمود دینکم دینکم فان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره. مردم دینتون را حفظ کنید. فرمود اگر کسی متدین باشه، جامعه دیندار باشه، چنانچه یک خطا و اشتباه و معصیتی هم در اون جامعه صورت بگیره، بهتر از جامعه است که بیدین باشه. و در حقیقت سعادت یک جامعه در گرو دیندار بودن اون جامعه است. این نخستین انگیزه و هدف امام حسین علیه السلام است که حضرت در یک نامه‌ای به مردم بصره و 5 تن از سران بصره به اون اشاره می‌کنه. حضرت در نامه‌ای که به مردم بصره و سران مردم بصره می‌نویسد می‌فرماید فإن السنة قد أميتت وأن البدعة قد أحيت. الان در زمانی است که به خاطر تسلط خاندان بنی امیه بر بلاد اسلامی سنت پیغمبر از بین رفته. فإن السنة قد أميتت. و دوم فرمود و أن البدعة قد أحيت. این سنتی که علیه السلام فرمود اقیمو هاذین العمودین، در یک فرمایش فرمود به این که این دو عمود، این دو ستون، قرآن کتاب خدا و سنت پیغمبر از مواردی است که بایستی احیا بشه و پا بر جا باشه. سنت پیغمبری که حضرت رسول گرامی اسلام 23 سال این همه روایات و احادیث و این همه زحمت ها و مشکلات و شهدایی که در راه اون ایثار کرد، این سنت پیغمبری که الان پس از 40 سال سلطه بنی امیه در حال اضمحلال و از بین رفتنه، در حال زائل شدنه. خب سنت های پیغمبر چیست؟ یکی از سنت های پیغمبر آن است که حاکم بر جامعه اسلامی یک انسان دادگر و عادل باشد، در حالی که بنی امیه 40 سال است بر رقاب مسلمین در بلاد اسلامی حکومت می کنند. و در حقیقت ریشه بنی امیه به خاطر تسلط بر جامعه اسلامی از اون زمانی شروع شد که پس از رحلت پیغمبر دین مقدس اسلام به انحراف گرایید. اون زمانی که در دوران خلافت خلیفه دوم معاویه ابن ابی سفیان به عنوان حاکم و والی بلاد شام از طرف او منصوب شد. مرحوم مورخین بسیاری از جمله طبری در کتاب الامم والملوک تعبیری داره، میگه اون زمانی که خلیفه دوم معاویه را به ولایت بلاد شام منصوب کرد، قبل از این که به سمت شام عزیمت کنه ابو سفیان پدر او با او یه جلسه گذاشت و گفت به این که تا میتوانی در مقابل خواسته های خلیفه دوم سر تعظیم فرود آور که بتوانی در این قدرت و سلطه ریشه دار بشی. لذا محمد ابن جریر طبری در کتاب الامم بالملوک نقل میکنه، میگه هر زمانی که معاویه از شام میامد برای اینکه در دربار خلیفه دوم گزارش حوادث شام را به عرض خلیفه دوم برساند، وقتی که حضور پیدا میکرد خلیفه دوم در حضور جمعی که بودند از معاویه به عنوان کسر العرب تعبیر میکرد، یعنی کسرایی که
در میان بلاد فارس، در میان پادشاهان ایرانی دارای اون همه عظمت و ابهت و قدرت است، خطاب میکرد به این که معاویه در میان عربها کسرای اونهاست. ولذا تا دوران خلافت خلیفه سوم معاویه بن ابی سفیان بر سر قدرت بود. در تاریخ دارد که چه در دوران خلافت خلیفه دوم چه در دوران خلافت خلیفه سوم هیچ والی این مقدار بر بلاد شام حکومت نکرد. وقتی که خلافت به خلیفه سوم رسید، خلیفه سوم خودش از اعضای بنی امیه بود، از ایل بنی امیه بود. ابن ابوالحدید معتزلی، فکر میکنم در مدت زمان زیادی مطالعه کردم، در شرح نهج البلاغه، در شرح خطبه متقین به این مسئله اشاره میکنه. خطبه شقشقیه، اون خطبه ایست که علی علیه السلام به صورت ظاهری به امامت میرسه، بعد قبل از این که امامت و خلافت خودش را شروع کنه این خطبه را ایراد میکنه و حوادث و جریاناتی در این 25 سال طی شد، گلایه های که حضرت داشت بر زبان جاری میکنه تا میرسه به دوران خلیفه سوم. ابن ابوالحدید معتزلی در این فقره و این فراز فرمایش مولای متقیان در خطبه شقشقیه در دوران خلافت خلیفه سوم این جریان را نقل میکنه. میگه اون روزی که خلیفه سوم به خلافت رسید، تمام سران بنی امیه را جمع کرد. در اون زمانی بود که از چشم و دیده نابینا بود ابو سفیان. میگن خطاب کرد به افرادی که در سمت راست و سمت چپ اوستن و سوال کرد آیا در مجلس ما غریبه ای هست؟ گفتن نه. گفت به اون چه که اعتقاد دارم، لا جنت ولا نار، نه بهشتی در کاره و نه جهنمی. بعد خطاب کرد به سران بنی امیه، الان که قدرت را به دست گرفتید، تلقفوها تلقف الکره، مانند یک توپ این را به همدیگر پاس بدید و نگذارید که این قدرت و این حکومت سلطه از میان خاندان بنی امیه بیرون بره. لذا در تمام دوران خلافت بنی امیه، پس از شهادت علی علیه السلام و پس از شهادت امام حسن و مجتبی علیه السلام، در تمام این مدت زمان تلاش و سعی خاندان بنی امیه بر از بین بردن رابطه بین اهل بیت و کتاب خدا بود. اون حدیث ثقلی این که وجود مقدس پیغمبر اسلام بارها تکرار فرمود و در آخرین و باپسین لحظات عمر گرانقدرش به اون اشاره کرد که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند و لن یفترقا، از هم جدا نمیشند. اون قرآنی که تفسیر او برگرفته از فرمایشات معصومین است، اون قرآن قابل قبول ماست. قرآنی که منهای معصومین باشه، تفسیر قرآنی که منهای فرمایشات معصومین باشه، اون تفسیر قرآن قابل قبول ما نیست. و بنی امیه تمام سعی و تلاش خودشون در این دوران تسلطشون بر بلاد اسلامی بر این گذشت که بتوانند بین قرآن و اهل بیت جدایی بیندازند. ولذا اون چه از سنت پیغمبر در بلاد اسلامی بود، پس از زحماتی که وجود مقدس پیغمبر اسلام کشید در تمام این دوران 23 ساله، در دوران بنی امیه همه اونها رو به اضمحلال و زوال بود. لذا سرلوحه قیام امام حسین و نهضت عاشورا در فرمایشات امام حسین علیه السلام همین انگیزه دینی است، احیای دین پیغمبر، احیای سنت وجود مقدس پیغمبری که امام حسین علیه السلام در نامه به مردم بصره اشاره فرمود که علاوه ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت، سنت پیغمبر از بین رفته. یکی از سنت های پیغمبر این است که نسبت به اهل بیت پیغمبر مودت و محبت و اتحاد داشته باشیم. بر اساس آیه شریفه‌ای که خداوند متعال در سوره شورا می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا
الا الموده فی القربا. بسیاری از مفسرین اهل سنت و به اتفاق مفسرین شیعه اینکه در تفسیر این آیه فرمودن به اینکه خداوند متعال خطاب میکنه به پیغمبر گرامی اسلام و ای پیغمبر به مردم بگو، به مسلمانها بگو در مقابل این زحماتی که برای احیای دین کشیدم من از شما اجر و مزد و پاداش نمیخواهم الا المودت فی القربا، مگر محبت و مودت نسبت به اهل بیت من. و به اتفاق مفسرین شیعه مراد از محبت و مودت به اهل بیت این مودت و محبت یک رابطه عاطفی و احساسی است نیست، بلکه مراد از مودت و محبت یعنی اعتقاد و اعتراف به ولایت و امامت معصومین بعد از پیغمبر است. خب الان در زمانی در دوران بنی امیه که این مودت و محبت از بین رفته، اصلا مردم در بلاد اسلامی به خصوص در شامی که مقر رو بله ریشه حکومت بنی امیه بود، اهل بیتی به عنوان اهل بیت امام حسین غیر از بنی امیه نمی شناختند. لذا یکی از سنت ها و مهمترین سنت های پیغمبر محبت به اهل بیت و محبت به اونهایی که مراد اعتقاد به اونهاست از بین رفته. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یک کسی از انس بن مالک که به نظر میاد در دوران پیغمبر اسلام از صحابه پیغمبر بوده سوال کرد که از سنت پیغمبر چقدر باقی است. میگن انس بن مالک در این روایت نقل میکنه که گفت من مدت‌های زیادی با وجود مقدس پیغمبر اسلام مشهور بودم، اما از سنت‌های پیغمبر غیر از شهادت و گواهی به وحدانیت خداوند و این نمازهایی که خونده میشه چیز دیگری از سنت پیغمبر الان در جامعه وجود ندارد. لذا امام حسین در این نامه به دو چیز اشاره کرد، فرمود و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت، سنت پیغمبر از بین رفته. دوم فرمود بدعت در دین ایجاد شده. بدعت به زبان ساده یعنی اون چیزی که در دین نیست جز دین قرار بدیم، اون چیزی که خدا و پیغمبر و معصومین نفرموده اند اون را به عنوان اجزاء دین قبول کنیم. لذا فرمود به این که بدعت در دین گذاشته شد. در تمام دوران حکومت امویان از روزی که اونها قدرت گرفتن بدعت ها شروع شد و تاریخ شاهده که چه بدعت هایی در دین گذاشتند، بدعت هایی که منجر شد به این که اهل بیت امام حسین، اهل بیت پیغمبر از صحنه بلاد اسلامی و از اذهان مردم حذف شد. در دوران معاویه چه فضائلی به افرادی پول دادند به عنوان صحابی پیغمبر، فضائلی برای ابن ملجم نقل کردند. در دوران معاویه چه روایات جعلی که در زمینه فضائل افرادی که مقابل علی بودن نقل کردن و اون فضائلی که در مورد امام علی علیه السلام و وجود مقدس امیر المؤمنین نقل شده از پیغمبر همه اونها را در حق دیگران نقل کردن. در دوران بنی امیه چه روایاتی را که در تفسیر آیات قرآن جابجا کردن و مجموعه همه اینها بدعتهایی بود که در بلاد اسلامی در دین وجود مقدس پیغمبر اکرم ایجاد کردند. ولذا امام حسین علیه السلام سرلوحه قیام خودش و انگیزه نهضت عاشورا را مسئله انگیزه دینی میدونه، اینکه دین پیغمبر از مسیر خودش منحرف شده، سنت پیغمبر از بین رفته، ولذا اون چی که مستند است به سنت پیغمبر اون قابل قبول برای ماست، چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت معصومی که فقها جامع شرایط اگر مطلبی حکمی فتوایی مسئله را بیان می کنند قطعا اون حکم و اون فتوا مستند است به روایت و حدیث پیغمبر به امامان معصوم یا آیت کریمه قرآن. اینطور نیست که
پس از پیغمبر اسلام و پس از ائمه طاهرین مواردی که در دین نبوده در دین قرار بدن. ولذا یکی از مواردی که امام حسین علیه السلام به اون اشاره میکنه مسئله بدعته. بعد در همون نامه فرمود که بعد که فرمود نوشت برای افراد سران مردم بصره که ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت، فرمود یک راه داره، ان تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد، اگر از من اطاعت کنید، اگر از من پیروی کنید، من شما را به راه رشد و سعادت هدایت می کنم. پس بنابراین اولین انگیزه امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا و قیام حادثه عاشورا انگیزه دینی است. حالا البته این را هم عرض کنم که ما یک عمل به وظیفه داریم، یک اخذ نتیجه. اون چی که یک وظیفه مؤمن به شمار می آید عمل به وظیفه است. مسئولیت امام معصوم عمل به وظیفه است. ما مسئول اخذ به نتیجه نیستیم. اخذ به نتیجه اون دست خداست و توکل بر خدا. لذا دارد که در بسیاری از موارد مرحوم امام رحمت الله علیه می فرمودن مسئولیت ما عمل به وظیفه است. نتیجه هر چه باشد در گروه قضا و قدر الهی است. خب امام حسین علیه السلام هم در حادثه عاشورا قیام که کرد، اگر چه به شهادت رسید، خود او اصحاب و یارانش اهل بیتش به شهادت رسیدند، در ظاهر نصرت و پیروزی از آن لشکریان کوفه به بنی امیه بود، اما قطعا نتیجه قیام امام حسین همین احیای دینی شد که تا به امروز این دین ماندگار است. و لذا در اون فرمایش دارد که الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء، پایه‌گذار دین وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام است، اما حسینی البقاء ماندگاری دین، جاودانگی دین پس از قرنها متأثر از نهضت و قیام امام حسین علیه السلام در روز عاشوراست. اگرچه در ظاهر امام حسین به شهادت رسید، اما شهادت امام حسین زمینه‌ای شد از برای متزلزل شدن پایه‌های قدرتمند حکومت بنی امیه. در تاریخ در مقاتل نوشتن در عصر عاشورا پس از شهادت امام حسین، هنگامی که لشکریان کوفه به خیمه های امام حسین حمله کردند، اموال اهل بیت را به سرقت بردند، خیمه ها را آتش زدند، یک زن از میان لشکریان کوفه غیرتش به جوش آمد، یک نیزه ای گرفت. نقل می دانند که زنی بود از قبیله بکر ابن ابی وائل، آمد میان لشکر کوفه، یک صیحه ای زد که ای مردم کوفه، شما مگر مرد نیستید؟ غیرت ندارید؟ جرم این زن و بچه چیست که خیمه های اونها را با آتش کشیدید، اموال اونها را به سرقت بردید؟ صیحه این زن یک جرقه شد در میان لشکریان کوفه. اولین کسی که این جرقه در او تأثیر کرد یک شخصیتی است به نام سلیمان ابن سرد خزائی. سلیمان ابن سرد خزائی که پس از عصر عاشورا در او یک تحول ایجاد شد، این جرقه در او تأثیر کرد، عده‌ای هم دست شدند، آمدن سر قبر وجود مقدس امام حسین علیه السلام. اینها اولین گروهی بودند که متأثر از نهضت عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام بودند. آمدن دارد که در تاریخ سلیمان ابن سرد خزائی این آیه را بر اونها تلاوت کرد که ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، به خودتون ظلم کردید، گناه کردید، معصیت کردید و فرزند پیغمبر خدا را نصرت و یاری ننمودید، باتخاذکم العجل، چون از گوساله سامری پیروی کردید، از یزید زمان، از یزید ابن معاویه پیروی کردید، الان اون زمانی است که فتوبوا الی بارئکم، آن زمان توبه و اظهار پشیمانی است. آمدن کنار قبر امام حسین علیه السلام، گریه کردن، اظهار ندامت و پشیمانی و توبه کردن و منجر شد به تشکیل گروه توابین. اولین گروهی که
پس از قیام امام حسین بر علیه خاندان بنی امیه قیام کردن گروه توابین بودن به رهبری سلیمان ابن سرد خزائی. حالا بعد از اون حرکت ها و قیام هایی که شروع شد، اون حرکت و نهضت قیام فخ، قیام مختار و بقیه قیام هایی که نهایتا منجر به اضمحلال و از بین رفتن حکومت و خاندان بنی امیه گردید. بنابراین اولین انگیزه امام حسین و سرلوحه اهداف امام حسین در حرکت عاشورا و قیام و نهضت امام حسین در روز عاشورا یک نهضت دینی بود، نجات دین از اضمحلال، از بین بردن بدعت‌هایی که در دین وجود نداشت و از بین بردن اون ذهنیتی که در میان مسلمان‌ها ایجاد شده بود که هیچ رابطه‌ای بین اهل بیت خدا، اهل بیت پیغمبر و کتاب خدا وجود ندارد. این اولین انگیزه و هدف قیام امام حسین علیه السلام. دومین هدف و انگیزه امام حسین در نهضت عاشورا که برگرفته از فرمایشات گوهربار امام حسین علیه السلام است، یک انگیزه اجتماعی است، اصلاح جامعه. و این هم در فرمایش امام حسین در نامه‌ای که به برادرش محمد حنفیه نوشت اشاره میکنه. حضرت در اون نامه در فرازی میفرماید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. جامعه اگر دچار انحراف بشه، جامعه اگر دچار کجی بشه، وظیفه پیشوایان دینی، امامان معصوم است که برای اصلاح جامعه دست به کار بشند. اصلاح جامعه، اصلاح فرد، یه وقت اصلاحی است که انسان تعبیر میشه در بین مبانی بله کلامی و عقیدتی که در زمینه عقاید فرهنگ تشیع بیان شده، یه وقت اصلاح فردی است. انسان باید بین خود و خدای خودش اصلاح کنه. یه وقت که رابطه انسان با خدا دچار تزلزل شده، اینجا وظیفه است که انسان رابطه خودش رو با خدا اصلاح کنه. لذا دارد که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود من اصلح فيما بينه وبين الله اصلح الله فيما بينه وبين الناس. هر کسی که رابطه خودش را با خدا اصلاح کنه، خداوند متعال متعهد است که رابطه او با مردم در جامعه را اصلاح میکنه. یک رابطه لازم و ملزوم نیست بین این دوتا. کسی اگر عزت در میان مردم میخواد، کسی اگر خواستار هیبت و عظمت و محبت در میان مردم است، بین خود به خدای خودش را اصلاح کنه. ولذا نمونه و مصداق بارز اونها حمید مقدس معصومین علیهم السلام است که به خاطر اون رابطه اصلاح شده بین خودشون و خدای خودشون، خداوند متعال محبتی در دل مؤمنین قرار داده که این محبت زائل شدنی نخواهد. در اون داره آیه دارد که خداوند متعال می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انسان هایی که ایمان بیارن، عمل صالح انجام دهن، خداوند متعال یک محبتی در دل مؤمنین، در جامعه بر بین دل مؤمنین قرار میده که این محبت و مودت از بین رفتنی نخواهد بود. دارد که زینب کبرا در اون خطبه قرائی که فرمود، بیان فرمود، اشاره کرد به دشمن، گفت فرمود به این که کل کیدک وسع سعیک فوالله لا تمحو ذکرنا. اون چه که کید و مکر و فریب دارید انجام بدید، اما به خدا قسم محبت ما را از دل انسان‌های مؤمن بیرون نخواهید برد. اگر نبود در اون خطبه‌ای که امام سجاد علیه السلام در شام ایراد فرمود بر بالای منبر، خطاب به یزید و اصحاب یزید، دارد که حضرت فرمود به این که یک چیز ما در میان مؤمنین داریم، المحبت فی قلوب المؤمنین، محبتی که از ما در دل انسانهای مؤمن قرار گرفته. در بعض از متون دارد به این مضمون که بله ان للحسین محبتا فی قلوب المؤمنین مکنونتا فی قلوب المؤمنین،
امام حسین علیه السلام دارای محبتی است که در دل انسان‌های مؤمن ریشه گرفته و این محبتی که خدایی باشه از دل انسان‌های مؤمن بیرون نخواهد آمد. میگن خلیفه عباسی آمد کنار قبر امام هادی علیه السلام، یکی از اطرافیان به او گفت به این که قبر پدر تو هم در همین اطرافه، اما قبر امام هادی کسی به او اهمیتی نمیده، حکومت به او اهمیت نمیده، اما قبرش با شکوه‌تر و با عظمت‌تر از قبر پدر توست. بعد دارد که خلیفه عباسی خطاب کرد چون اینها در دل مؤمنین جای دارند. یا در یک جریان دیگه دارد که در مکه وقتی که هارون الرشید با آقا موسی بن جعفر علیه السلام ملاقات کرد، یه شخصی پرسید از هارون الرشید که این کیست؟ گفت هو امام القلوب. دارد که در مورد امام موسی بن جعفر فرمود او پیشوای دلهاست، محبت اونها در دل مؤمنین به قدری جای گرفته که زائل شدنی نیست. حالا شما شاهد هستید که این محبت امام حسین در همین ایام اربعین سیل میلیون ها جمعیتی که از نقاط دنیا به سمت کربلا رهسپار شده، انسان هایی که از مال خودشون از جان خودشون میگذرند برای رسیدن به زیارت امام حسین در روز اربعین. همین دیروز من یک کلیپی برای من فرستاده بودم، بسیار جانگداز و متأسف بود، یعنی باعث تأسف شد و جانگداز بود. یه عده از ایرانی ها برای که خودشون را برسونن به زیارت امام حسین، شاید این حادثه 3 روز قبل رخ داده، دیروز من کلیپش دیدم، در جاده سماوه به سمت کربلا حرکت میکردن، بعد چون که حالا وسیله نقلیه نبوده پیاده میرفتن، در یه حادثه یک ماشینی به 10 نفر از اونها برخورد میکنه و عده زیادی از این 10 نفر کشته میشن. بعد اون حادثه‌ای که باعث تأثر شد و واقعا جانگداز بود، دیدم که یه بچه 10 ساله‌ای کنار یک جنازه‌ای نشسته، داشت به اون عرب‌ها میگفت به این که این پدر منه، و هر چی تکون میداد اون جسد حرکت نمیکرد، هی داد میزد که یه آمبولانسی بیارید، فلانی بیارید. خب همه اینها برای چیه؟ از ایران از اقصی نقاط جاهای مختلف حرکت کرده آمده، میخواد خودش رو برسونه به زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین، از جان خودش گذشته به خاطر اون محبتی که در دل مؤمنین از امام حسین علیه السلام وجود داره. در هر صورت و امروز با وجود این تهدیدهایی که میشه، بمب‌گذاری ها و بله هر اقتدار تروریستی که ایجاد میشه، اما سیل جمعیت امسال میگن از هر سالی پیاده روی اربعین و زواری که به سمت حرم امام حسین در حرکت هستن بیشتر و باشکوه‌تره. در هر صورت امام حسین علیه السلام انگیزه دوم خودش را برای قیام و نهضت عاشورا اصلاح جامعه بیان کرد. حالا اصلاح فردی، اصلاح بین 2 نفر، ما در روایت داریم که اصلاح ذات البین اول من عامت الصلاة و الصوم، اصلاح بین 2 انسان مؤمن از ثواب 1 سال نماز و روزه برتری داره و ارجحیت داره، یا برسه به اصلاح جامعه. تمام اینها وظیفه امام معصوم است. لذا امام حسین علیه السلام در دومین مرحله پس از انگیزه دینی و احیای دین و از بین بردن بدعت ها میفرماید به این که قیام من برای اصلاح جامعه است. لذا در اون فرمایش ماندگار در نامه‌ای که به برادرش محمد حنفیه نوشت، حضرت فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. فرمود هدف من برای قیام نهضت عاشورا اصلاح جامعه است، اصلاحی که موجب بشه این جامعه از اون انحرافی که درش ایجاد شده به راه مستقیم و اسلام ناب پیغمبر هدایت بشه. ولذا قیام امام حسین احیاگر دین بود، نهضت عاشورا سبب ماندگاری و جاودانگی دین ناب وجود مقدس پیغمبر اسلام شد. الان بله، و همچنین
انگیزه های دیگری که انشالله چون محدودیت وقت داریم برای شب آینده به عرض نخواهم رسوم. در هر صورت امشب شب اربعین است و یادآور خاطرات و غمهای حادثه عاشورا و یادآور مصیبت‌های امام حسین علیه السلام. اگرچه ما امشب در کنار مزجع شریف امام حسین علیه السلام نیستیم، اما عرض می‌کنیم حسین جان، ما در همین حسینیه و همین تکیه دلها مروانه قبر شش گوشه تو می‌کنیم و از همین جا هم با هم دیگر عرض و سلام داشته باشیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مهر تو را یا به عالم امکان نمیدهم حسین جان، مهر تو را یا به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست من ارزایان نمیدهم. گر انتخاب جنت و کویت به من دهن حسین جان، کوی تو را به روضه رضوان نمیدهن. ای خاک کربلای تو مهر نماز من حسین جان، ای خاک کربلای تو مهر نماز من این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم، من این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. عطیه عوفی نرم میکنه در اولین اربعین شهادت سید الشهدا به همراه جابر ابن عبدالله انصاری به زیارت قبر امام حسین دفتی. وقتی به کربلا رسیدیم جابر کنار نهر فرات غسل کرد، قدری بدنش را خوشبو نمود، سپس به طرف منقد مطهر حرکت نمود در حالی که قدم بر می داشت مشغول ذکر خدا بود. چون جابر نابینا بود به عطیه می گوید مرا به قبر حسین برسان تا دستم به قبر مبارک برسد. انگامی که به قبر رسید از شدت اندوه بیهوش شد، روی قبر افتاد. هنگامی که به هوش آمد تمار گفت یا حسین یا حسین یا حسین، اما جوابی نشنید. دارد سپس گفت احبیب الله یجیب حبیبه، ای حبیب و دوست من چرا پاسخ مرا نمیدهی؟ اما جابر جواب خودش را چنین گفت ای حسین چگونه جواب مرا دهی در حالی که رگهای گلویت را بریدن و میان سر و پیکرت جدایی افتاده؟
یک وقت صدای زنگ قافله به گوش رسید، آری قافله اهل بیت امام حسین به کربلا رسیدن، به سوی قتلگاه شهیدان حرکت کردن، کاروانیان خود را از شتر بر زمین انداختن، هر کسی به دنبال قبر عزیز خودش میگرده، داغها تازه شده، از یک طرف زینب آمد خود را بر روی قبر برادرش حسین انداخت، صدا زد و اخایا و حسینا و حبیب رسول الله، اونقدر گفت و گفت تا بیهوش شد، فریاد که میون سوغم خار بماندی حسین جان، حسین جان فریاد که بیمول سوغم خار بماندیم، رفتن عزیزان و زغم زایار بماندیم، حسین جان بس از تو جان برادر چه رنج ها که کشیدم، چه شهرها که نگشتم، چه کوچه ها که ندیدم، چه ماه چارده دیدم سر تو را به سر نی حسین جان، هلال وار زبار مصیبت تو خمیدم، حسین جان میان کوچه و بازار شام پای برهنه سر از خجالت نامهربان، سر از خجالت نامهربان به جیب کشیدم، در خاک بخفتن دور خزما بنهفتن، افسوس که در حسرت دیدار بماندیم، دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت، آری آن جلوه که فانی نشود نور خدا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا این قلیل توسلات را از همه مؤسسین و بانیان و شرکت کنندگان در کرمت قبول بفرما، دعاها و عدیه که برادران عزیز می فرماین مورد اجابت و استجابت قرار بده. آمین.